خب تبریک میگم بهتون، کتاب رو تموم کردیم با هم دیگه. همه کتاب رو از اولش تا آخرش تقریبا خوندیم. چند صفحه آخر کتاب مونده که یه کار جالبی که کرده نویسنده، اومده یه لیست درست کرده از تمام اتفاقا و موضوعاتی که از اول کتاب تا آخرش گفته شد به صورت خلاصه. مهمترین بخش های کتاب رو خودش اومده خلاصه کرده و به عنوان به صورت یه تک جمله یا یه تک عبارت کوتاه با خط تیره این لیست رو درست کرده و نوشته. این هم میخونیم و امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشین و درس های خوبی بهتون داده باشه. فقط این فصل رو اگر دارین به صورت اتفاقی میبینیم، باید بهتون بگم که لازمه حتما از اول کتاب تا آخرش رو رو پلیلیست بذارین، ببینین یا گوش بدین که بتونین از این موضوعی که توی این ویدیو گفته میشه متوجه بشین که منظورش چیه، چون خیلی خیلی مرتبطه با موضوعات داخل خود کتابه. عنوان نوشته کمربند سفید، طریقت زن گیتار. برگرد به نقطه شروع. به شکل وارد شو. پاکیزگی را در مدرسه‌ات حفظ کن. هر روز کمربند سفیدت را ببند و فنجانت را خالی نگه دار. گیتار را بگیر، کوکش کن و بنا کن به نواختن. ریتم طبیعت را احساس کن و از آن پیروی کن. کاری را که انجام می دهی سعی کن به نیکوترین وجهی که می توانی انجام دهی. صدا خلق کن و آن را تکرار کن. درک کن که چرا اینجایی. حقیقت را مثل یک راهب رهسپار جستجو کن. جاری مثل بخار. پاداش را به تعویق بیفکن. زمان دقت را اضافه کن. از این نبرد خرسندی را استخراج کن. گوش کن. گوش خود را هوشیار نگه دار. مثل مادری که همیشه آماده شنیدن گریه فرزندش است. توجه را مستقیم از درون قلب خودت به قلب شنونده معطوف کن. مثل شعله‌ای که از شمعی به شمع دیگر منتقل می شود. چیون را درک و احساس کن. چیزی را که می شنوی بنواز و چیزی را که می نوازی بشنو. خدمتگزار قلبت باش. خودت را مطالعه کن. در کار خودت ماهر شو. به روحت شلاق بزن، همچنان که به اسبی دوان می زنند. یک پایت را جلوتر مقابل پای دیگرت بگذار. همین کار را مدام تکرار کن. کاری انجام بده و بعد درک کن چه کار کرده ای. کاری مثل دست دستی کردن نوزاد انجام بده. ملودی ساده ای را به آواز بخوان. به گوش خود اعتماد کن. اعصاب صدای خود را تقویت کن. یک عادت خوب جدید برای خودت ترتیب بده. صحت مسیرت را بازبینی کن. صحت مسیرت را دوباره بازبینی کن. تا زمانی که در آن چه انجام می دهی خودکار نشده ای، روی آن تمرکز کن. با ریتم‌های متفاوتی خودت را هماهنگ کن.
نفس بکش، بازدم انجام بده. این کار را 15 دقیقه ادامه بده و فردا 16 دقیقه. هویسی را درک و احساس کن. شکست‌هایت را در خلاقیت مطالعه کن. مثل درخت رشد کن، رو به سوی نور. نسبت به کاری که در هر لحظه انجام می‌دهی با توجه عمل کن. دریاب که چرا داری تمرین می‌کنی. کاری را که لازم است انجام بده در آن زمانی که انجام دادنش لازم است. کار را کمی بیش از حدی که مقرر است انجام بده و این شیوه را در تمام زندگی حفظ کن. خردت را بالا بکش. حرکات خود را به ارتفاع فلات‌ها و جلگه‌ها انجام بده. چابک گام بردار با سرعتی طبیعی. جمله را روی تخته 10,000 بار بنویس و آن را باور کن. با یک حرکت بزرگترین و درستترین دایره‌ای را که می‌توانی ترسیم کن. شنا کن مثل توپی در رودخانه. اگر بر خلاف جهت آب شنا می کنی مثل ماهی سازان باش. با خودت مسابقه بده. تنها رقیب تو در درون توست. تکنیکی را به دست بیاور که لازم داری و نه بیشتر از آن. مثل دونده دوی ماراتون مستقیم تا خط پایان بدو. بدان که وقت تندروی کی است و چه زمانی مناسب کندروی. با چابکی عمل کن ولی بدون شتاب. کار را با دست‌هایت چنان انجام بده مثل اینکه یکی اند. از اینکه زیاد از حد فکر کنی پرهیز کن. به خردمندی و حافظه عضلات اتکا کن. پیرو چیزی باش که درست کار میکند ولی چیزی هم بر آن اضافه کن. ملتفت توان واقع در آهسته نواختن باش و آرامش در بلند نواختن. دهنکجی را به لبخند تبدیل کن. وقتی همه چیز درست سر جایشان قرار نمیگیرند، از همین هنری بساز. به محدودیت‌هایت یورش ببر. خود آنها را مطالعه کن. زاغه پاک را نمودار کن. در سقوط مثل گربه باش. به خودت بگو چه خوشبختم که زنده‌ام. یک خط را پیوسته رسم کن. آن را قطع نکن و از ترسیمش باز نیست. ویران نکن، بساز. آگاه باش که خلق کردن گاهی عین ویران کردن است. اگر می نشینی مثل کوه بنشین، بی حرکت. اگر برمی خیزی مثل آفتاب باش، غیر قابل احتراز. توسعه دهنده
کیه خودت باش. پاک بنواز مثل پرندهی که در جنگل میخواند. منیتت را سر جایش بنشان. هیچ وقت فراموش نکن که هر لحظه قادر است تو را از راه درست خارج کند. تمجید را همانطور که انتقاد را میسنجی ملاحظه کن. خیال نکن به هدف رسیده ای. خودت را در وضع طبیعی نگه دار. معلوم است که نتیجه خروج از این وضع چیست. به یاری تنین خودت را بیان کن. کوکورایر را بهینه‌سازی کن. نقطه تمرکزت را منقبض و عقلت را منبسط کن. دوایر درون و بیرونت را تا بی نهایت احساس کن. از نوت‌های غیر لازم صرف نظر کن. بعدی دوباره نوشته، دوباره تکرار میکنم. از نوت‌های غیر لازم صرف نظر کن. برای روبرو شدن با مرگ آمادگی داشته باش. وقتش که برسد دیگر برای فکر کردن دیر است. به حس ششم و روشنبینیت اعتماد کن. دریاب آن چیزها را که ناتوان از دیدن و شنیدنشانی. نزدیک در ورودی از حضورت خبر بده. از در پشتی آهسته وارد شو. از احساس سنجش میزان ذخیره نیرو برخوردار باش. تنین درست را جا بینداز. از صداها نقاشی ترسیم کن. دستخط خودت را نمودار کن. موسیقیت را مثل آبی که از فواره می پاشد پراکنده کن. یین و یان را درک و احساس کن. وقتی ساز میزنی معیار سنجش را از یاد نبر. ضخامت یک تار مو. حد پرش را بالاتر ببر و از آن نترس. نسبت به امور پیش پا افتاده هوشیار باش. خودت را به پل برسان و از آن بگذر. یاد بگیر که بشنوی و هم فرمانده و هم فرمانبر باشی. در همراهی گروه بنواز با هر کسی که در دسترس باشد. خودت را در درجه بی‌نظیر تنظیم کن. تیودان را درک و احساس کن. حقیقت را به محض شنیدن آن تصدیق کن. نسبت به بد آموزان و بد معلمان هوشیار باش. از همان مرتبه نخست سراغ بهترین انتخاب برو. فقط یک بار قرار است امتحان کنی. ظاهر فریبنده را بشکاف و دور بریز تا امر نهان باقی بماند. جهان را چون مور و موری را همچون جهان مشاهده کن. شنونده را به مهمانی بزرگ در جهان دعوت کن، یعنی به خودت. باغت را وجین کن. به رفتن ادامه بده. وقتی از مرزها گذشتی باز به رفتن ادامه بده. میتزای میتزای. آهنگت را با سخاوت هدیه کن. تغییراتی عمیق به انجام برسان. مثل نینگن زندگی کن. مسئولیت پذیر باش. اجرای درونت را به بیرون هدایت کن. از عمق قلب اجرا کن.
به فراز موجهای مختلف منتقل شد، چنانکه در ورزش موج سواری معمول است. سعی نکن با وسیله قرار دادن آهنگت به پل اتصال برسی. به سادگی فقط اجرا کن تا رسیدن خودش اتفاق بیفتد. ذهنت را به ناتمامی ها متوجه کن. بیا و وقت گرفتن حسابگر نباش، بلکه به قدردانی خالصانه بپذیر. در روحت ایتیگو ایتیه را اجرا کن. به واسطه شفقتت نیرویت را نشان بده. غریبه ها را به این سبک زندگی دعوت نکن. کسی را که آزادی طلب نمی کند آزاد نکن. استکان را نیمه پر به حساب بیاور. دریاب که وقتی می خواهی آن را پر کنی حجمش افزایش می یابد. برای استخراج هماهنگی از ناهماهنگی جهتگیری کن. با ایتیون دوزیو بوتسو به خودت بیا. کسانی را که پیش از تو راه را رفته اند مطالعه کن. مشوق کسانی باش که بعد از تو به راه می آیند. هیچ چیز را قبضه نکن. همه چیز را آزاد کن. از شکل خارج شو. بیدار شو. این جمله ها را در قلبتان حفظ کنید که به واسطه آنها از درون سکوت و از بیرون هر نوتی که می نوازید راهنمای شما خواهد بود. این صدای کف زدن با یک دست است.